تو این فصل قرار هست در مورد ابزار نتورکینگ در سیستم عامل لینوکس رو در موردش صحبت بکنیم. دو پکیج خیلی متداول برای کار با آدرس دهی شبکه داریم توی لینوکس. یکی ابزار ایف کانفیگ هست که متعلق به پکیج نت داش تولز، و یه پکیج دیگه پکیج آی پی رود 3 هست که این ابزارها خیلی ابزارهای متداولی هستند برای تنظیمات نتورکینگ در سیستم لینوکس. به سراغ سرورمون میریم که با این ابزارها آشنا بشیم. خب من درست هم لگی میکنم. تو مرحله اول برای اینکه چک بکنیم که ما چه کارت شبکه هایی روی لینوکسمون داریم، میتونیم از طریق کامند IP فاصله لینک فاصله شو ببینیم که چه اینترفیس هایی روی OS ما شناخته شده و ما میتونیم از اونها با نتورکمون ارتباط برقرار کنیم. الان ما اینجا دو تا اینترفیس رو میبینیم. اینترفیس اول اینترفیس لوپ بک هست یا اینترفیس داخلی سیستم عامل که عمدتاً برای چک کردن استک TCP/IP به صورت لوکال و همینطور ارتباطاتی که لوکالی بین پروسسی ارتباط برقرار میشه از این اینترفیس داخلی استفاده میشه. اینترفیس دوم ENS33 هستش که ENS33 عملاً یک کارت شبکه اترنته که الان تو وضعیت آپ هم هست که معنیش اینه که الان این کارت شبکه آپ شده، اینیبل و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا اگر بخوایم فرضاً اینترفیسمون رو دان بکنیم، میتونیم از طریق کامند IP link set done device ENS33 این کار رو انجام بدیم. الان من اگر IP link show بگیرم میبینم که اینترفیس ENS33 من الان دان شده. آدرس مک کارت شبکه‌ام رو هم میتونم اینجا ببینم که 0000294497C4 آدرس مک یا آدرس 6 بایتی فیزیکال کارت شبکه من هستش. حالا برای اینکه دو مرتبه کارت شبکه‌ام رو آپ بکنم، IP link set up device ENS33 بتونم این کامند رو اجرا بکنم و بعد ببینم که کارت شبکه من مجددا در وضعیت آپ قرار گرفته که میتونه با نتورک کانکتیویتی داشته باشه. توی محیط واقعی خیلی وقت ممکنه پیش بیادش که روی سروراتون شما چندین کارت شبکه داشته باشین و وقتی که اتصال شبکه‌تون با یکی از پورتاتون برقرار میشه، شاید مشخص کردن اینکه الان اون ارتباط فیزیکی با کدوم یکی از کارت شبکه های شما برقرار شده، شاید پیدا کردنش یه خورده مشکل ساز باشه. برای اینکه این رو بتونید چک بکنید، شما میتونید از طریق ابزار ETH tool اگر روی توضیحتون دارین، اگر هم ندارید میتونید کامند yum install ETH tool، البته به شرطی که کانکتیویتیتون با اینترنت برقرار باشه، میتونید استفاده بکنید و این کامند رو نصب بکنید. با کامند ETH tool شما میتونید اسم کارت شبکه‌تون رو بگین و اینجا چک بکنید که آیا روی این کارت شبکه‌تون لینک دیتک شده یا نه. اگر کانکتیویتی با تجهیزات شبکه نتورکتون برقرار باشه، شما تو خط آخر لینک دیتکتد رو در وضعیت yes میبینید و اسپیدی که کارت شبکه‌تون آپ شده که به این صورت میتونید متوجه بشین که زیر کدوم پورتتون از سرورتون که حالا شاید شما ریموت بهش متصل باشین تشخیص بدین که کانکتیویتی فیزیکی از طریق کدوم پورت برقرار شده، که میتونید از طریق ابزار ETH tool این مطلب رو بررسی بکنید. بعد از اینکه کارت شبکه‌تون آپ شد و متوجه شدین که لینکتون هم برقرار هست، مرحله بعد ست کردن آدرس IP، آدرس گیت‌وی، آدرس نت ماسک هست که باید روی کارت شبکه‌تون
انجام بدین که این کار رو میتونید به چند روش انجام بدین. یکی از روش ها باز مجددا استفاده از همون پکیج IP Route 3 هست که میتونید از طریق کامند IP address show چک بکنید که آیا روی کارت شبکتون الان شما آدرس دارید یا نه. حالا من چون از قبل لینوکسم رو کانفیگ کردم، الان اینجا میبینیم که روی کارت شبکه ENS33 من آدرس IPیم 192.168.127/24 ست شده که /24 همون نت ماسک 255.255.255.0 هست که آدرس برادکست نتورک من رو خودش به صورت خودکار تشخیص میده که آدرس 192.168.1.255 هستش. برای اینکه IP آدرس رو روی کارت شبکه ست بکنیم دو روش داریم. یه روش روش استاتیکه که خودمون منوالی با هماهنگی نتورک ادمینمون یا آدرس IP به ما تخصیص داده میشه و خودمون رو کارت شبکه‌مون ست میکنیم. روش دوم هم روش داینامیک یا گرفتن IP از سرور DHCP هست که اگر توی نتورکمون این سرویس فعال باشه توسط نتورک ادمینمون، میتونیم از طریق DHCP روی کامپیوترمون، حالا که بعضا لینوکس باشه، میتونیم آدرس IPمون رو دریافت بکنیم. الان من برای این که بتونم روی کارت شبکه ENS33 هم IP آدرس ست بکنم، حالا با فرض برای این که فرضاً IP نباشه روی کارت شبکه، میتونم از طریق کامند IP address add آدرس IP که دارم، مثلا فرض کنید 10.10.10.10/24 روی دیو مثلا ENS33. خب الان همینطور که میبینید این IP address به کارت شبکه ENS33 من اضافه شده. من میتونم با کامند IP address show چک بکنم و ببینم که این آدرس IP هم به کارت شبکه من اضافه شده که آدرس 10.10.10.10/24 هست. حالا اگر بخوام یه آدرس IP رو از رو کارت شبکه‌ام بردارم، فرضاً همین آدرسی که الان ست کردم رو بخوام بردارم، میتونم با کامند IP address del 10.10.10/24 dev ENS33 من این IP رو از روی کارت شبکه‌ام پاک بکنم که مجدداً با کامند IP address show چک میکنم و میبینید که آدرس IP من که همون 10.10.10.10/24 بود از روی کارت شبکه من پاک شده. حالا برای ارتباط با بیرون شبکه و برای ارتباط با آدرس های اینترنتی من نیاز به ست کردن آدرس گیت‌وی دارم که اون هم میتونه از روش های مختلفی انجام بشه و چک بکنیم که آدرس گیت‌ویمون چی هست. آدرس گیت‌وی آدرسیه که ما رو به سمت بیرون شبکه‌مون هدایت میکنه و اون رو ما میتونیم از داخل راوتینگ تیبل سیستم عاملمون نگاه کنیم. برای دیدن راوتینگ تیبل OS یکی از روش‌های رایج استفاده از کامند مجدداً IP route فاصله show هست که از اینجا میبینیم که آدرس گیت‌وی اگر احیاناً روی کارت شبکه‌تون ست شده باشه چی هست، که الان من دارم نگاه میکنم میبینم که آدرس گیت‌وی روی کارت شبکه من وجود نداره، پس به تبع من احتمالا نباید بتونم با بیرون شبکه خودم ارتباط برقرار بکنم. برای اینکه بتونم آدرس گیت‌وی رو ست بکنم، اول نیازی که از ادمین شبکه هم سوال بکنم که آدرس گیت‌وی ما چی هست و اونها به من اعلام بکنن و من این رو روی سرور خودم ست بکنم. از اونجایی که من توی محیط ویرچوالیزیشن VMware هستم، فکر میکنم این آدرس باید 192.168.1.2 باشه. پینگ 192.168.1.2. البته بذارید نگاه بکنم کارت شبکه من الان تو چه وضعیتیه. آدرس نتورک کارت شبکه من الان تو وضعیت بریج هستم، تو مود نت نیست، یعنی تو شبکه لن خونگی من. آدرس گیت‌وی من اینجا 192.168.1.254 هست که من میتونم از طریق اون به
اینترنت دسترسی داشته باشم. حالا برای اینکه آدرس گیتوی هم ست بکنم، من میام از طریق کامند ip-route-add-default برای اد کردن روت دیفالت گیتوی هم استفاده میشه. از طریق کلمه کلیدی ویا آدرس گیتوی هم رو معرفی میکنم و میگم که از روی اینترفیس ENS33 این کار رو انجام بده. هرچند گفتن دو ENS33 اختیاریه، چرا که با گفتن آدرس گیتویتون روتینگ تیبل لینوکس میتونه متوجه بشه که این آدرس گیتویی که شما ست کردین با کدوم یکی از آدرس های شبکهی که الان توی روتینگ تیبل هست مچ میشه و اون هم خروجیش از روی کدوم اینترفیس هست. خب من الان اینجا IP روت شو بگیرم، میبینم که آدرس دیفالت گیتوی من الان توی روتینگ تیبل هم ست شده، دیفالت ویا 192.168.1.254، که پس باید به تب من بتونم الان پینگ 4.8 رو داشته باشم که الان کانکتیتی من با اینترنت برقرار شده. یکی دیگه از کامنده ای که میشه از طریق اون آدرس گیتوی یا حالا روتینگ تیبل سیستم عاملتون رو ببینید، کامند netstat فاصله -rn هست. که نکته جالب اینه که کامند netstat -rn روی تمامی سیستم عامل ها اگر شما این کامند رو اجرا بکنید به شما روتینگ تیبل رو نشون میده. برای مثال مثلا توی سیستم عامل ویندوز شما اگر بخواید روتینگ تیبل ویندوز رو ببینین، عمدتا کامندی که استفاده میشه و ادمینای ویندوزی میشناسن همون کامند روت فاصله پرینت هست که شما اینجا روتین تیبل ویندوز رو میبینید. منتها شما میتونید با همین کامند netstat -rn توی سیستم عامل ویندوز هم روتین تیبل OS تون رو ببینید. این کامند رو شما روی سولاریس بزنید، روی BSD بزنید، روی مک OS بزنید، روی همه این سیستم عامل ها به شما روتینگ تیبل رو نشون میده. مجددا به لینوکس برمیگردیم. من با کامند netstat -rn میبینم که الان برای دستینیشن 4 تا 0 آدرس گیتوی که برای من ست شده 192.168.1.254 هستش که من از طریق کامند netstat -rn میتونم به روتین تیبل سیستم عاملم دسترسی داشته باشم. حالا ممکنه که شما اگر روی توضیحتون کامند netstat رو اجرا بکنید کامند netstat اونجا موجود نباشه، یعنی مثلا کامند netstat رو بزنید بهتون خطای کامند not found بده، که میتونید از طریق کامند yum install net-tools بیاید کامند netstat و یه سری ابزار دیگه پرکاربرد مثل ifconfig رو نصب بکنید از طریق نصب این پکیج. اگر هم بخواید روتینگ تیبلتون رو مثلا یه روتی رو از توش پاک بکنید، مثلا فرضاً همین من روت دیفالتی رو که زدم رو بخوام پاک کنم، میتونید از طریق کامند IP روت دیلیت دیفالت ویا 192.168.1.254 دو ENS 33، این همون کامندی که تو زمان اد زدیم، بهش فقط دیلیت رو می‌نویسیم. الان من IP روت رو بگیرم، می‌بینم که آدرس گیتوی من از توی راوتینگ تیبل هم هست شده. پس بطب اگر من پینگ 4.8 رو بگیرم، میبینم که از اونجایی که OS من مسیر خروجی شبکه رو بلد نیست، به من پیغام خطای نتفورکیز آنریچبل رو گزارش میده. من مجدداً روت دیفالت رو برمیگردونم، IP روت ات دیفالت بیا 192.168.1.254، این دفعه دو ENS 33 رو نمیزنم، که ببینید که بدون زدن این آپشن هم شما میتونید روت دیفالت رو توی روتینگ تیبلتون اینستال بکنید. پینگ 4.8 رو میگیرم، میبینید که مجدداً کانکتیویتی من با اینترنت برقرار میشه. خب الان ما بررسی کردیم که به این صورت میتونیم یک روتی رو توی روتینگ تیبلمون اضافه بکنیم. حالا به فرض مثال بخوایم فرضاً یه رنجی رو روت بکنیم، مثلا من میخوام بگم که IP روت اد تمام رنج IP های 10 رو 10.0.0.0/8 رو مثلا میخوام روتش بکنم از طریق همین اینترفیس مثلا
اترنت هم بفرستمش مثلا با IP 192.168.1.1 که از این طریق من میتونم این روت رو اضافه بکنم. الان همینطور که میبینی توی سطر دوم روتینگ تیبل من رنج IP 10.0.0.8 که از رنج 10.0.0.0 شروع میشه و تا 10.255.255.255 میره به سمت گتوی 192.168.1.1 ارسال میشه که من از این طریق میتونم یک روتی رو به روتینگ تیبلم اضافه بکنم، که حالا چون نیاز به این روت ندارم بیشتر میخواستم فقط بهتون نشون بدم که چطور میتونید یک روت یه پریفیکسی رو توی روتینگ تیبلتون اد بکنید. این مثال رو زدم، حالا من این رنج رو پاک میکنم 0/8 IP route show. میبینیم که این روت از توی روتینگ تیبل ما پاک شد. روش بعدی که وجود داره که ما میتونیم یه آدرس IP رو روی کارت شبکه‌مون ست بکنیم این هستش که از DHCP سرور توی نتورکمون اگر موجود باشه بخوایم که به ما یک آدرس IP رو تخصیص بده. من برای این کار IP آدرس هایی که الان روی کارت شبکه‌ام ست شده رو پاک میکنم. میگم IP address flush dev ENS33، یعنی هر آدرس IP که روی اینترفیس ENS33 من وجود داره پاک بشه. من الان اگر IP address show بگیرم شما میبینید که دیگه روی اینترفیس ENS33 من آدرس IP وجود نداره. من برای اینکه بتونم از DHCP server network خودم IP بگیرم میتونم به واسطه ابزار DHClient-V تو مود وربوس اسم کارت شبکه‌ای که میخوام از روی اون پکت DHCP discovery رو توی نتورک خودم منتشر بکنم رو می نویسم و بعد انتر می زنم. در عرض چند ثانیه این مراحل چهارگانه تخصیص IP از طریق DHCP طی می شه و اگر DHCP سرور توی نتورک من وجود داشته باشه آدرس IP رو به من تخصیص می ده. خب به نظر میاد که تو نتورک خونه من الان آدرس سرور DHCP من دچار مشکل هست و به پکت DHCP دیسکاوری من جواب نمیده. خب من این پروسه رو متوقف میکنم. مطمئن میشم که الان دیگه DH کلاینت تو حافظه نیست. آره، در مورد کامند کیل آل تو فصل آینده صحبت میکنیم. من کارت شبکه VMware‌ام رو توی وضعیت NAT قرار میدم که کارت شبکه من عملا بره توی نتورک داخلی VMware قرار بگیره که توی شبکه داخلی VMware یه آدرس DHCP سرور هم شبیه سازی میشه. من مجدداً درخواست آدرس IP از طریق DHCP رو میدم. آدرس IP به من تخصیص داده شد. IP من 192.168.32.132 هست که حالا با کامند IP address show چک میکنم مجددن. میبینید که روی کارت شبکه ENS33 من آدرس IP 192.168.32.132/24 تخصیص پیدا کرده. خب حالا من IP road show میگیرم. میبینید که آدرس دیفالت گیتوی رو DHCP به من معرفی نکرده، خود عجیبه. پینگ 192.168.32.2 IP route at default via 192.168.32.2. من آدرس گیتوی رو دستی ست میکنم. نمیدونم چرا VMware به من آدرس گیتوی رو تخصیص نداد. فکر میکنم تنظیمات VMware دست خورده توی الان VMware من، ولی خب حالا من IP رو استاتیک ست کردم و حالا من باید بتونم به اینترنت دسترسی داشته باشم که الان دارم. خب این هم تخصیص IP از طریق DHCP. حالا من مجدداً آدرس DHCPم رو ریلیز میکنم.
طریق ابزار DH کلاینت من برای آزاد کردن آدرس آی پی میتونم از آپشن داش آر استفاده بکنم. دی اچ کلاینت داش وی داش آر ای ان اس 33. خب پکت دی ای سی بی ریلیز رو من از طریق کارت شبکه ای ان اس 33 به بیرون شبکه منتشر کردم و الان اگر آی پی آدرس شو بگیریم میبینیم که من دیگه روی کارت شبکه ای ان اس 33 آدرس آی پی رو نداره. حالا این بار برای تخصیص آی پی به فرمت استاتیک من میخوام از یه ابزار دیگه استفاده بکنم به اسم ایف کانفیگ، که ایف کانفیگ هم روی سیستم عامل های رد هت بیسد هفت به بعد دیگه به صورت دیفالت نیست و شما میتونید با کامند یامی اینستال نت داش تولز این کامند رو نصب بکنید. من از قبل این پکیج رو نصب کردم، بنابراین میتونم از طریق کامند if config من کارت شبکه‌ام و آدرس های IP که بهم تخصیص پیدا کرده رو ببینم. خب منتهی یک نکته‌ای که وجود داره اینه که if config وقتی شما به صورت عادی اجراش میکنید فقط به شما کارت شبکه هایی که اینیبل هستن رو بهتون نشون میده یا تو وضعیت آپ هستن. شما برای اینکه همه کارت شبکه هاتون رو ببینید اگر وجود داشته باشه میتونید با if config فاصله dash a لیست همه کارت شبکه هاتون رو ببینید، که حالا من اینجا میبینم که من واقعا همین دوتا کارت شبکه رو بیشتر ندارم و تمام کارت شبکه های موجود من الان آپ هستن. برای اینکه من روی کارت شبکه‌ای ENS 33 IP set بکنم از طریق کامند if config میتونم این کار رو از طریق کامند if config ENS 33 مثلا از همون رنج IP که DHCP VMware به ما تخصیص داد مثلا 192.168.10/24 رو به این کارت شبکه هم تخصیص بدم. الان من با کامند if config میتونم مجددا چک بکنم که این آدرس IP درست set شده باشه، که آدرس آی پی 192.168.32.10 رو به من با نت ماسک 3255.0 و برادکست 192.168.32.255 رو داره نشون میده. خب من الان میتونم پینگ کنم، پینگ 192.168.32.2 که ببینم که الان اینجا من میتونم گیتوی وی ام ویر رو ببینم و خودم هم مجددن آدرس دیفالت گیتوی رو وارد بکنم که بتونم به اینترنت دسترسی داشته باشم. به این صورت. خب تا اینجا ما تمام مطالبی که گفتیم، چه آدرس آی پی ست کردن و چه اضافه کردن روت درون روتینگ تیبل لینوکس، همه اینها کامند هایی هستن که به صورت موقت کار میکنن، چه آدرس آی پی که ست کردیم و چه روت هایی که درون روتینگ تیبلتون اضافه کردین. با ریبوت کردن لینوکستون هم آدرس آی پیتون و هم عرضم به خدمتتون که روت هایی که درون روتینگ تیبلتون اضافه کردین پاک میشه. برای اینکه شما بتونید این کانفیگ هایی رو که انجام دادید رو اصطلاحا پرزیستش بکنید یا یه جوری سیوش بکنید که دفعه بعد ریبوتش کردین مجددا این آدرس و این روت ها رو درون خودش حفظ بکنه، یه سری فایل های خاصی توی لینوکس وجود دارن که باید این تنظیمات رو توی اون فایل ها بنویسین تا دفعه بعد که لینوکستون رو ریبوت میکنین از اون فایل ها خونده بشه و مجددا این تنظیمات تو زمان بالا اومدن و OSتون روی کارت شبکتون ست بشه. برای تنظیم کردن آدرس IP شما میتونید به شاخه cd/etc/sysconfig/network-scripts مراجعه بکنید. اونجا یه فایلی وجود داره با پیشبند ifcfg- به اسم کارت شبکه خودتون که اینجا الان توی OS من کارت شبکه من به اسم ENS33 هست، پس من اینجا کارت شبکه‌ام رو با ادیتور VIM بازش میکنم. الان اینجا همینطور که میبینید بوت پروتو
روی وضعیت استاتیکه، یعنی من آدرس آی پی ام رو به صورت منوال دارم ست میکنم. اسم کارت شبکه هم اینجا وجود داره و دیوایس فایلی که بهش متصله آن بوت من یس هست، به این معنی که لینوکس من ریبوت شد خودش به صورت خودکار کارت شبکه آپ بشه. آی پی ادرس من که آدرس آی پی من به صورت استاتیک اینجا تنظیم شده. پریفیکس من که همون 24 هست که یا همون معادل 255.255.255.0. آدرس گیتوی من که من رو به سمت بیرون شبکه هدایت میکنه. و آدرس DNS سرور های من که حالا من اینجا با DNS 1 آدرس DNS 1 هم رو معرفی کردم. میتونم اینجا DNS 2 رو هم وارد بکنم، مثلا آدرس DNS سرور گوگل رو بزنم که بتونم این رو داشته باشم. خب با سیستم CTL ریستارت نتورک من میتونم بخوام که تنظیمات کارت شبکه من مجددا خونده بشه و این تنظیمات روی کارت شبکه من اعمال بشه. ولی خب از اونجایی که این تنظیمات برای وضعیتی بودش که کارت شبکه من تو مود بریجه، الان احتمالاً من ارتباطم رو با بیرون شبکه مجددا از دست میدم تا اینکه بیام از طریق VMware مجددا کارت شبکه‌ام رو تو وضعیت بریج قرار بدم که بتونم با شبکه لن خونگی‌ام ارتباط برقرار بکنم. من دکمه بریج رو تیک میزنم، اوکیش میکنم و احتمالاً بعد الان بتونم گیتوی خودم رو ببینم که الان میتونم ببینم و پینگ google.com مثلا که هم ارتباطم رو با بیرون چک بکنم و همین که آیا آدرس DNS من درست ست شده و آیا دومین من درست تبدیل به IP میشه یا نه، که بله این اتفاق میافته. خب پس من به این صورت میتونم کارت شبکه خودم رو تنظیماتش رو پرزیست بکنم که IP آدرس، آدرس گیتوی من، نت ماسک من و آدرس های DNS من تنظیم بشن و دفعه بعد که لینوکس هم رو ریبوت کردم مجددا این تنظیمات روی کارت شبکه من اعمال بشه. حالا اگر دوست داشته باشم مثلا روی کارت شبکه هم چند تا آی پی بذارم، کافیه که من بیام همین فایل ifcfg.ens33 رو کپی بکنم، مثلا تهش یه کلون صفری اضافه بکنم که یه فایل جدیدی بشه به اسم ifcfg.ens33:0 و بعد بیام این سه پارامترهای اضافه رو پاک بکنم و آدرس آی پی رو تخصیص بدم. خب من نیاز به استک آی پی وی 6 ندارم، خاطر همین کانفیگاش رو پاک میکنم. نیم کارت شبکه‌ام رو خب من ENS33:0 گذاشتم. مجددا همین تنظیم رو اینجا هم انجام میدم. مثلا میخوام آدرس آی پی رو ست کنم 192.168.10.10، پریفیکس هم استش 24. نمیخوام دوتا گیتوی داشته باشم، عملا باعث کانفلیکت میشه اینجا. آدرس DNS هم نیاز ندارم چون از روی کارت شبکه اصلی من آدرس DNS از اونجا خونده میشه. IPv6 هم که بهش نیاز ندارم، NM control هم که کامل. خب من سیستم CTL ریستارت نتورک رو اجرا میکنم. حالا من اگر کامند if config رو بزنم میبینید که من الان یه کارت شبکه دومی که آدرس دوم آی پی من رو درون خودش داره الان آب شده و من یه آی پی آدرس دومی رو هم روی کارت شبکه خودم ست کردم. حالا اگه توی روتین تیبلمون رو هم نگاه بکنیم میبینیم که 192.168.10.0/24 هم توی روتین تیبل ما اضافه شده، به این معنی که این لینک کانکتد هست از طریق این پریفیکس به این نتورک. خب الان میبینید که یه رنج 169.254.0/16 هم اضافه شده که این در اصل استاندارد اپیپا توی نتورک های مایکروسافتیه که وقتی
حالا آدرس آی پی رو از طریق دی ای سی پی نمیتونن ست بکنن، یه رنجی از این آی پی رو به خودشون تخصیص میدن که بتونن یه حداقل کانکتیویتی رو درون لنشون بتونن با هم برقرار بکنن. من چون نیاز به یه همچین روتینگی ندارم، میتونم از طریق شاخه ETC sysconfig network از با اضافه کردن no0conf مساوی yes از استک TCP/IP بخوام که این کانفیگ دیفالت رو کنار بذاره و برای من این کانفیگ رو فعال نکنه. من مجددا سیستم CTL ریستارت نتورک میزنم. و میبینید که الان من اگر آی پی روت شو بگیرم دیگه اثری از رنج آی پی 169.254.0.0/16 دیگه توی روتینگ تیبل من نیستش. خب من برای راحتی کار از محیط کنسول خارج میشم، چون تا این لحظه من دائما داشتم کارت شبکم رو آپ و دان میکردم، نمیخواستم از طریق SSH متصل بشم چون این باعث میشد ارتباط آی پی من قطع بشه و هی سشن SSH ما بسته بشه. از اونجایی که ما الان مبحث آی پی آدرس اساینمنت و حالا کار با اینترفیسمون رو به یه جای خوبی رسوندیم، من از این تیکه به بعد رو میبرم روی پاتی که بتونیم خود راحت‌تر کارمون رو انجام بدیم. به این صورت. خب الان کامند if config هم به ما نشون میده که روی کارت شبکه ENS33 من الان دو تا آدرس آی پی دارم که من الان از طریق آدرس آی پی 192.168.1.127 با لینوکس هم در ارتباط هستم. ابزار بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم، هرچند با این ابزار قبلا آشنا شدین، ابزار نتستت هست که از طریق این ابزار شما میتونید پورت های بازی که روی OSتون باز دارین یا ارتباطاتی که تو نتورکتون برقرار کردین رو میتونید ببینید. کامند نتستت خیلی کامند پر کاربردیه. شما میتونید با آپشن تی ارتباطات TCP تون رو ببینید، با A میتونید بگید همه کانکشن ها و با N میتونید بگید که آدرس های IP به نیم یا پورت ها به نیم ریزالو نشن و همون شماره پورت یا همون شماره IP رو ببینید. الان من از طریق نتستت -10 دارم میبینم که من دو تا پورت لیسنینگ دارم و یه پورت استبلیشت. این پورت استبلیشت من همون ارتباط SSHی هستش که من الان از طریق اون به لینوکس هم متصل هستم، که میبینید که من از طریق IP 192.168.1.50 از سورس پورت 11.01 به IP 192.168.1.127 که همین IP لینوکس خودم هست به پورت 22.0.22ش متصل شدم. به همینطور همزمان میبینید که من یه TCP دیگه ای هم دارم که اونم تو وضعیت لیسنینگ هست روی پورت 25 که میل سرور لوکال لینوکس من هستش. از طریق کامند netstat option u میتونم ارتباطات UDP خودم رو ببینم. میتونم بگم مثلا UAN یا ULN که میبینم که من عملاً پورت UDP بازی روی لینوکس هم اینجا ندارم. یا میتونیم به صورت کاملتر با آپشن TULPN تمامی پورت های TCP و UDP که توی وضعیت لسنینگ هستن همراه با نمایش اسم پروگرامشون همراه با اینکه IP و پورتشون به نیم ریزالو نشه رو میتونم اینجا داشته باشم، که همینجا میبینید که پورت 22.0.22 داره توسط دیمن SSHD روی
IP 4 تا 0 گوش داده میشه و برنامه مستر یا همون پست فیکسمون الان در رپورت 25 روی IP لوپ بک سرویس لوکال میل رو به من میده. نکته ای که وجود داره آدرس هایی که روی برنامه هایی که روی سوکت 4 تا 0 یا روی IP هایی که درون شبکه روتبل هستن سرویس میدن، این امکان رو دارن که بتونن از بیرون برنامه های مختلف به این پورت وصل بشن و از دیمن من سرویس بگیرن. منتها سرویس هایی که روی پورت روی IP 127.0.0.1 بایند میشن به این معنی هستن که این برنامه فقط به صورت لوکال کار میکنن و فقط برنامه هایی که روی این OS هستن میتونن این پورت رو ببینن و ارتباط از بیرون به این پورت ها امکان پذیر نیست، مگر اینکه من کانفیگ برنامه اونها رو عوض بکنم، ازشون بخوام روی مثلا 4 تا 0 گوش بدن یا مثلا روی IP هایی که روتبل هستن، مثلا روی IP مثلا فرض بکنید 192.168.1.127، اون موقع باعث میشه که فقط ترافیکی که از طریق کارت شبکه INS33 وارد لینوکس من میشن بتونن به این پورت دسترسی داشته باشن. اگر من مثلا یه کارت شبکه فیزیکال دیگه ای هم داشته باشم که مثلا تو رنج 10 باشه، اون وقت اون آدمایی که از شبکه 10 میان اگر سرویس من فقط روی IP 192.168.1.127 گوش بده، اونها دیگه نمیتونن به این پورت متصل بشن. ولی خب با آدرس IP 4 تا 0 عملاً این برنامه روی تمامی IP هایی که روی این OS ست شده، چه 192.168.1.127، چه IP 192.168.10.10 و چه IP 192.168.0.0.1 قابل دسترس هست و چه برنامه های لوکال و چه برنامه های ریموت میتونن به این پورت وصل بشن و از من سرویس دریافت بکنن. در مورد روتینگ که صحبت کردیم، مطلب بعدی در مورد ست کردن آدرس DNS روی لینوکس هست که هم میشد از طریق etc/sysconfig-network-scripts کارت اون فایل کارت شبکه‌مون این کارو کرد و همین که البته اون کانفیگ خودش باعث میشه این فایل اصلی اینجا آپدیت بشه که هم میشه از طریق این فایل etc/resolve-config این کار رو انجام داد که میبینید که من وقتی فایل ifcfg-ens33 رو آپدیت کردم و وقتی دیمن نتورکم رو ریستارت کردم، خود برنامه نتورک منیجر اومد این فایل رو بلافاصله آپدیت کرد که میبینید که خودش بلافاصله اینجا generated by network manager رو هم به این خط اضافه کرده. من اگه این فایل رو بیام دستکاری بکنم، مثلا آدرس DNS رو پاک بکنم، شما بلافاصله میبینید که ارتباط DNS من مختل میشه. یعنی من اگه بگم ping.google.com، اون وقت دیگه دومین من قابل تبدیل به IP شدن نیست و بلافاصله آدرس DNS من مختل میشه. من برای اینکه مجددا این رو برگردونم میگم نیم سرور 85151 و نیم سرور 85151 14 آدرس های DNS سرور خودمون رو اینجا تنظیم کنم. میگم ping.google.com و من اینجا ارتباط DNSیم برقرار میشه. نکته بعدی که جامون در مورد روتینگ تیبل این بود که ما دیدیم که چطور میتونیم یه روتی رو به صورت موقت توی روتینگ تیبل اضافه بکنیم، منتها هنوز ندیدیم که چطور میتونیم اون روت رو درون روتینگ تیبلمون پرزیست بکنیم که دفعه بعد لینوکسمون رو ریبوت کردیم این روت درون روتینگ تیبل ما مجدداً قرار بگیره. برای این کار میتونیم مجدداً به شاخه etc/sysconfig-network-scripts یک فایلی درست کنیم به اسم روت داش اسم کارت شبکه‌مون، مثلا INS33. من به جای سی باید وی آی ام می‌زدم. آدرس پریفیکسی رو که من می‌خوام روتش کنم اینجا می‌نویسم 10.10.0/24 وی آ مثلا 192.168.1.1 دو INS33. خب من الان اگه IP روت شو بگیرم میبینید که این رنج توی روتینگ تیبل هم نیست، ولی همین که من از طریق کامند سیستم سیتیل ریستارت نتورک دیمن نتورکینگ لینوکس هم ریستارت بکنم،
میبینید که این روت به روتینگ تیبل من اضافه میشه. خب آی پی روت شو، میبینید که روت 10.10.10.10.0/24 ویا سند 268.1.1 به روتینگ تیبل من اضافه شد. برای اینکه چک بکنیم که اگر لینوکسمون هم ریبوت بکنیم این روت پرزیست میمونه یا نه، هرچند حالا با ریستارت کردن دیمن خودمون مطمئن شدیم، ولی بعد از اینکه معمولا تنظیمات نتورکینگمون و سرویسامون روی سرورمون انجام میشه، بد نیست که ما یه دفعه لینوکسمون رو ریبوت بکنیم و مطمئن بشیم که همه کانفیگ هایی که باید پرزیست میشدن پرزیست شدن. و اگر لینوکس ما به هر دلیل ریبوت بشه، مثلا چه میدونم پاور قطع بشه، برق بره، به هر دلیلی لینوکس ما که مجددا وقتی روشن میشه و بالا میاد دو مرتبه تو اون وضعیت استیبلی که باید قرار بگیره قرار میگیره. من از طریق کامند سیستم سیتیل ریبوت لینوکسم رو ریبوت میکنم. root همیت 1 2 3. خب حالا من اینجا if config بگیرم، میبینم که آدرس آی پی من پرزیست مونده و من میبینم که آدرس آی پی اینجا هست و با چک کردن آی پی روت شو هم میبینم که روت 10.10.10.0/24 هم که توی فایل روت داش ENS33 توی شاخه etc/sys config network-scripts اضافه کردم باعث شده این روت هم درون روتینگ تیبل من پرزیست بشه. خب مطلب بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم هست فایل هستن که ما میتونیم یه لایه قبل از اینکه درخواست به آدرس DNS سرور بره و بخواد ریزالو بشه، ما یه سری آدرس های این سری دومین ها رو به صورت لوکال مثلا تعریف بکنیم، حالا اگر مثلا نیازی داشته باشیم و اونها رو لوکالی ریزالوش بکنیم. من میتونم بیام توی شاخه مثلا etc host اینجا بیام مثلا بگم که مثلا 192.168.1.254 اگر من مثلا دامنه gateway.local رو درخواست دادم به آدرس IP 192.168.1.254 ترجمه میشه. الان من اگه اینجا بگم ping gateway.local میبینیم که این آدرس دامنه به IP 192.168.1.254 ترجمه میشه. البته این نکته رو فراموش نکنیم که از اونجایی که من این دامین رو روی etc host لوکال OS خودم تعریف کردم، این آدرس فقط روی کامپیوتر من ولید هست و اگر کسی دیگه ای بره روی کامپیوتر خودش این آدرس دامنه رو بزنه قطعا ریزالو نخواهد شد. مثلا من الان اگه همین کار رو روی ویندوز هم انجام بدم، مثلا بگم ping gateway local، میبینید که ترجمه اتفاق نمیفته. اگر حالا مثلا میخواد آدم روی ویندوزش همین کار بکنه، اون موقع میتونه بیاد مثلا توی run بنویسه drivers، بعد از توی شاخه etc بیاد یه notepadی رو run از admin بکنه و بعد بیاد از همین پتی که اینجا داریم فایل host رو copy از پت بکنه و اینجا بازش بکنه و اینجا میتونه آدرسش رو اضافه بکنه. مثلا میگم که 192.168.1.254 بره به مثلا gateway.local سیوش میکنم.
با cmd هم تست میکنم این آدرس ریزالف میشه یا نه، که ریزالف میشه و من میتونم روتر خودم رو توی شبکه لوکالم ببینم. مثلا میزنم getway.local، اینجا متوجه نمیشه getway.local که من وصل میشم به وب اینترفیس روتر لوکالم به این صورت. مطلب بعدی که میخواییم در موردش صحبت بکنیم در مورد تنظیم هست نیم لینوکسمون هست. الان اسم او اس من مای لینوکس هست که میتونم از طرف کامند هست نیم ctl-help ببینم چه آپشن های دیگه ای دارم. میتونم مثلا با هست نیم ctl set-hostname سرور 1 اسم ماشینم رو تنظیم کنم. یه بخش جدید باز بکنم ببینید که اسم هست‌نیم ماشین من آپدیت شده. حالا یکی از کارهایی که بعد از تغییر هست‌نیمتون انجام میدیم این باشه که بعد از اینکه اسمتون رو عوض بکنیم مطمئن بشین که پینگ هست‌نیمتون با IP 127.0.0.1 تبدیل میشه، که الان این اتفاق نیفتاد. میگم سرور یک که وقتی پینگ سرور یک رو میزنم به IP 127.0.0.1 وصل بشه. دلیل این کارم به خاطر اینه که خیلی از دیمن ها سرویس های مختلف برای اینکه آدرس IP ماشین شما رو پیدا بکنن و بخوان به مثلا سرویس های مختلف خودشون لوکال متصل بشن، یکی از کار رایجی که انجام میدن دیولوپراشون اینه که آدرس هست نیم ماشین شما رو تبدیل به IP میکنن و بعد سعی میکنن به اون متصل بشن. اگر شما هست نیم ماشینتون رو عوض بکنید و چک نکنید که احیانا این اسم به IP 127.0.0.1 تبدیل میشه، ممکنه که بعداً براتون یه سری مشکلات عجیب غریب ایجاد کنه. مثلا میرین یه سرویسی که باید درست کار بکنه درست کار نمیکنه، بعد که مثلا شروع میکنید دیباگ کردنش و اینا حسابی ازتون وقت میگیره، بعدش متوجه میشین که مثلا یه همچین گیر ساده ای داشته که حسابی سر کارتون گذاشته. پس بد نیست که عادت کنین هر موقعی که شما هست نیم لینوکستون رو عوض میکنید بلافاصله پشت سرش اون اسم رو توی ETC هستتون تعریف بکنید و با IP 127.0.0.1 اون رو تنظیم بکنید که اون IP با اون اون هست نیم با اون IP تبدیل بشه. مطلب آخری که دارم در مورد کلاس نتورکینگمون ابزار NMTUI هست، که این ابزاری که از CentOS و Red Hat 7 به بعد توی توضیح‌های Red Hat based اضافه شده، که توی محیط شل به شما یه تنظیم یه جور گرافیک توری بهتون میده که میتونید همین تنظیمات آدرس IP و DNSی که ما با کامند و تنظیم کردن فایل های اصلیش انجام بدیم بتونید به واسطه این محیط تقریبا گرافیکی این کار رو انجام بدیم که خودش بره برای ما اون فایل ها رو آپدیت بکنه. من کامند NMTUI رو اجرا میکنم. الان به من میگه که سرویس نتورک منیجر رانینگ نیست. من اینو قبلا یه تنظیمی انجام دادم که نتورک منیجر خودم رو استاپ کردم، ولی قطعا برای توزیع شما این اتفاق نمیفته و وقتی NMTUI رو بزنید محیط NMTUI براتون باز میشه. من چک میکنم ببینم الان لینوکس من چه مشکلی داره که بعدش با هم ادامه بدیم. الان من NMTUI رو دارم. میام تو قسمت Edit Connection و اینجا حالا چون من دو تا ENS33 تعریف کردم، یکی ENS33 اصلیمون و یکی دیگه Alias 0مون هست که آدرس IP دوممونه، به خاطر همین به ما الان اینجا داره دو تا اسم نشون میده. من یکیش رو مثلا ادیت میکنم. همینجا میبینید که شما میتونید به صورت
تقریبا گرافیکی بیاین آدرس آی پی هاتون رو ست بکنید، آدرس گیتوی هاتون رو تنظیم بکنید و عرضم به خدمتتون که حتی اگر دوست داشته باشین میتونید همینجا روتینگتون رو هم تنظیم بکنید و به صورت گرافیکی روتاتون رو توی لینوکس تعریف بکنید. در نهایت بعد از اینکه کارتون انجام شد میتونید بیاید پایین گزینه اوکی رو بزنید و در نهایت با زدن دکمه بک و کویت تنظیماتتون رو سیو بکنید و در نهایت با اجرای کامند سیستم CTR ریستارت نتورک اثر تنظیماتی که به صورت گرافیکی انجام دادید رو ببینید. خب بحث ما برای این فصل به پایان رسید. من همینجا ویدیو رو به پایان برسونم. مرسی.